به نام خدا. دوستان عزیز سلام، من سعید هستم از کانال هلوتک مارکت. به کانال خودتون خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم در مورد پریامپلیفایر صحبت کنیم. تو ویدیو قبلی ما منبع تغذیه دوبل ساختیم که مناسب مدارات تقویت کننده های صوتی هست. توی این ویدیو در قدم دوم بعد از طراحی منبع تغذیه دوبل میخوایم پریامپلیفایر رو طراحی کنیم که بعد از اینکه یک مقدار پیش تقویت انجام شد و صدا کمی تقویت شد و نویز هاش گرفته شد، اون رو بدیم به طبقه نهایی که یک طبقه تقویت کننده قدرت هست و میتونیم باهاش یک صدای بسیار زیاد و با کیفیتی رو داشته باشیم. منتها شرطش اینه که ما ابتدا به ساکن صدا رو، به خصوص اگر صدا استریو باشه، دو لاین صدای ال و آر یعنی چپ و راست رو توسط دو تا اوپ امپ تقویت بکنیم یا به اصطلاح پیش تقویت بکنیم و اونها رو بعد از چند تا مرحله فیلتر کردن بفرستیم به طبقه تقویت کننده قدرت. خب حالا اینجا ما میخوایم اولا یک اوپ امپی رو بهتون معرفی بکنیم که توی این آی سی در واقع دو تا سیکشن و دو تا بخش اوپ امپ داره که میتونه به تنهایی خودش برای ما هر دو لاین ال و آر یعنی چپ و راست یک صدای استریو رو تقویت بکنه. این آی سی به شماره فنی 4558 هستش. البته جایگزین هم داره، مثلا شما میتونید از NE5532 هم استفاده بکنید. همونطور که در تصویر میبینید ابتدا به ساکن ما یه جک داریم، این جک مادگی که میتونه صدا رو از طریق کابل آکس یا همون کابل آگزیلری دریافت بکنه و دارای دو تا ورودی و یه زمین هست. حالا ما میتونیم با استفاده از یک موبایل یا یک MP3 پلیر این صدا رو وارد مدارمون بکنیم. خب بعد از اینکه فیش رو وارد جک کردیم، صداهای ال و آر و زمین وارد مدار میشه. خب زمین که مشخصه و ال و آر وارد دو تا از ورودی ها میشن. همونطور که میدونید آی سی 4558 دارای دو تا سکشن اوپ امپ هست. پایه شماره 3 و پایه شماره 5 این اوپ امپ ورودی های مثبت اوپ امپ هامون هستن و شما باید به عنوان مثال صدای ال یا صدای چپ رو بدید به یکی از ورودی ها و آر یا همون صدای سمت راست استریو رو بدید به ورودی بعدی. حالا ما اینجا فقط از یه ورودی استفاده کردیم برای اینکه کارکرد این آی سی رو بهتون نشون بدیم و ما بقیه ملزومات مدار رو حذف کردیم تا وقتی که بخوایم از آی سی قدرت استفاده کنیم و اونها رو دوباره به مدار اضافه بکنیم. توی ویدیو قبلی اگر یادتون باشه ما منبع تغذیه دوبل خودمون رو ساختیم و این منبع تغذیه دوبل با استفاده از یک ترانس سه سر کار میکرد. ما اینجا در واقع به غیر از حالا خط زمین 4 تا خروجی داشتیم. دو تا از خروجی های ما قبل از دیود زنر ها بودن و دو تاشون هم بعد از دیود زنر ها. حالا این دو تا خروجی های مثبت و منفی، یعنی مثبت VCC و منفی VCC که ولتاژی حدود 16-17 ولت برای ما تولید میکردن، برای اون طبقه آخر که طبقه قدرت هست و بعداً قرار آموزشش بدیم استفاده میشه. اما با کمک این دوتا دیود زنر ما اومدیم ولتاژ رو تا حد 9 ولت آوردیم پایین و یک مثبت 9 ولت و یک منفی 9 ولت ایجاد کردیم. حالا این مثبت 9 ولت و منفی 9 ولت کجا به درد ما میخوره؟ توی این آی سی. این آی سی باید حتما از منبع تغذیه دوبل استفاده بکنه. پایه شماره 8ش وصل میشه به مثبت 9 ولت و پایه شماره 4ش وصل میشه به منفی 9 ولت و هر جایی که تو مدار ما به زمین نیاز داریم باید اون بخش ها وصل بشن به این سیم وسط که زمین مدار ما هستش. حالا ما اینجا ابتدا به ساکن تو ورودی این فیش رو از یک پلیر گرفتیم و فقط از یه لاینش استفاده کردیم، یک لاین زمینش که وصل شده به خود زمین مدار یا همون منبع تغذیه ما و حالا یا صدای ال یا صدای آر رو وارد کردیم، فرقی نمیکنه چون ما میخوایم اینجا به عنوان مثال فقط از یکی از اون اوپن پا استفاده بکنیم. بنابراین اینجا مدار رو به صورت تکی طراحی کردیم. فقط چیزی که نیاز داریم یک ولوم دوبل هست. این ولوم دوبل که یک پتانسیومتر 50 کیلو اوهمی هستش، دارای دو طبقه پتانسیومتر هست
و برای هر کدوم از لاین‌ها به صورت جداگونه استفاده میشه و مزیتش این است که وقتی شما این ولومو میچرخونید صدای چپ و راست با هم دیگه کم و زیاد میشه. که ما اینجا اومدیم خروجی امپیتری پلیرمون رو دادیم به پایه وسط و یکی از پایه ها زمین شده و اون یکی پایه وارد ورودی آیسی شده که قرار صدا رو با این کنترل بکنیم. بعد از اینکه صدا وارد مدار شد، ابتدا به ساکن از یک فیلتر عبور میکنه. اون فیلتر چیزی نیست جز این خازن و این مقاومت. مقدار خازن ما 1 میکروفاراد هست از نوع الکترولیت. ورودی باید به پایه منفی وصل بشه و خروجی بره به سمت، یعنی پایه مثبت به عنوان خروجی بره به سمت ورودی مثبت اوپ امپمون. یه دونه مقاومت 100 کیلو هم نیاز هست که نسبت به پایه ورودی زمین بشه که ما اینجا استفاده کردیم. دیگه چیز دیگه نیاز نیست الا یک مسئله، اون هم اینه که شما باید در واقع خروجی مدار رو با این سیم دوباره فیدبک کنید به ورودی منفی. پایه شماره 7 این IC میشه خروجی، پایه شماره 6ش میشه ورودی منفی. پس ما از خروجی دوباره سیم گرفتیم به پایه شماره 6. پایه 5م که شده ورودی مثبت که از سمت این خازن مقاومت و از سمت امپیتری پلیر وارد شده. حالا ما یک بار یه آهنگی رو پلی میکنیم و فرق این آهنگ قبل و بعد این آمپلیفایر رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. ما در ادامه برای اینکه این صدای تقویت شده رو بفرستیم به طبقه آخر که تقویت کننده اصلی ما هست، باز هم باید چند طبقه فیلترینگ انجام بدیم و صدا رو کمی کنترل بکنیم. اما ما به خاطر اینکه اینجا فقط قصد داریم پری آمپلیفایر رو توضیح بدیم، اون قسمت‌ها رو حذف کردیم که دوباره دارم میگم تو بخش‌های بعدی حتما اونها رو اضافه خواهیم کرد. خب اول یه ولتاژ گیری انجام بدیم. خب ما الان رو پایه 8 نزدیک 9 ولت مثبت داریم. روی پایه شماره 4 این IC منفی 9 ولت. بریم یه بار مدار رو با صدا تست بکنیم. بلنگومونه که سیم منفیش وصل شده به همین پایه وسط و این سیم باید وصل بشه به خروجی. حالا خروجی ما در اصل کجاست؟ همین پایه 7 و 6 که به هم وصل شدن. ولی ما ابتدا به ساکن یک بار صدا رو از ورودی میگیریم، یعنی از این فیشی که از سمت یک موبایل اومده تست میکنیم، بعد صدا رو با هم مقایسه میکنیم. خب من با کمک این موبایل یه آهنگی رو پلی میکنم. خب اول از خود پایه ورودی میگیریم، لول صدا رو متوجه میشیم. حالا من میرم از پایه خروجی تقویت شده میگیرم صدا رو. یه بار دیگه قبل از تقویت. بعد از تقویت. حالا با این ولوم هم میتونیم صدا رو کم و زیاد کنیم. امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مرسی از لایکاتون، مرسی از کامنت های دلگرم کنندتون و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.